تگه محفلی باشکوه که در قریه دهرازی از مربوطات ولسوالی ولایت بلخ برگزار گردید، برادران اهل سنت از روز شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت بزرگ داشت به عمل آوردند. در این محفل جمع کثیری از اهالی عزتمند و دوستداران اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشتراک نموده با گوش فرا دادن و علل قیام امام حسین علیه السلام و ذکر مصائب در رسای آن حضرت به عزاداری پرداختند. در این مجلس عزاداری سخنرانان تأکید نمودند که اهل بیت علیهم السلام تنها به یک قوم تعلق نداشته، بلکه به تمام دنیای اسلام مربوط است. بسم الله هدف داده چه د کربلا شهیدان تعلق یو جریان تا یو قوم تا یو مذهب تا یو کاست جریان تعلق نلری، دا د ټول مسلمانانو شهیدان دی، دا د ټول مسلمانانو ته وابستګی لري. موش په صفت د مسلمانانو دا زموج دنیوی او اخروی دا زموج مسئولیت ده، دا مو دنده ده چې د شهدا او یادخ د شهدا او یاد تل مونږ وکړو. شیروان تلم کی د محبوب گران حسینا، نعره تکبیر تے شہید کڑے پکو پر کی پرمان حسینا، امام حسین صاحب ته چی کو بیت غشتے، دای پلانو بیا راستون نشوی قربان حسینا، ته چی شهید کړی او سورای کړی د خپل تن پوینو، هم یې پوینو باندې سرکړل ستا بچان حسینا. ظلم کې نا قربان جانان کو پیلا قربان، ظلم کې نا قربان جانان کو پیلا قربان، اخ گران حسین کړو شهید ډیر ظالمانو، گران حسین د پاک نبی د زړه درمانو، گران حسین د پاک نبی د زړه درمانو، ظلم کې نا قربان جانان کو پیلا قربان، ظلم کې نا قربان جانان کو پیلا قربان، اخ گران حسین کړو شهید ډیر ظالمانو، گران حسین د پاک نبی د زړه درمانو، گران حسین د پاک نبی د زړه درمانو، ها صحابو منع کړو ټول رفقا منع کړو، ها صحابو منع کړو ټول رفقا منع کړو، زهی ساری گنا حسن حسین قربانو، گران حسین د پاک نبی د زړه درمانو، گران حسین د پاک نبی د زړه درمانو، د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د نسبت حضرت علی اسد الله و اسد رسولی او د نسبت و رسول الله صلی الله علیه و سلم توسو سبت رسول الله صلی الله علیه و سلم د نبی علیه السلام لورنی مبارک المسیدی
دا الله دا دین دا تنفیز دا پار دا مکی مازمی چه خزی و کوپی تا و ریحانتو دا دا رسول الله صلی الله علیه و سلم ریحانه و خوشبویی و اسی به زن طول معترو نبی علیه السلام مبارک براواخز دی پا دی نامه با دی بیمو چوی ایا ما او تا تو مت تا پا کار نده چی دا غدا فرو خاورو مچکو کده دا فرو خاورو ما تا می اصال چی خاورو دا فرو مچوم که قدم موجود ما اقبل پا دی قد بسترگو بانی شوی و سید شباب اهل الجنه جنه دا بادار دا جنتیانو دی دا رئیس دا جنتیانو دی كما نحن نقول في الخطبة الجمعة سوايو والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سيدا شباب أهل الجنة دوي باني پا دنیا كي دا جنة زيرسو شامر كي قتله سنان بني أنس النخعي ويقال يا دسولس سنان بن ابي سنان وقيل قتله الشمر بن ذي الجوشن وجهز عليه خويلي بن يزيد الاصبحي من حمير جز راسه شسر ده مبارك وقد كسر ورقيق واتى به عبد الله بن زياد بیا دا ساری و تراوی عبدالله بن زیاد دوی مشروع دی تراوی چی کلی و تراوی بیا یو شیر و قرر رکابی فزتا و ذهبا اینی قتلت ملیک المحجبا قتلت خیر الناس اما و ابا وخيرهم ينسبون نسبا اغو افتخار کوي دغه په قتل دغه په شهادت باندې چې موږ په شهادت ورسوي یعنی دغه مبارک سره ورته کې په دې باندې څه کوي لوبي کوي نن نه ضرور چې نن زو ته مؤمن مسلمان دغه مبارک د شهادت دوره چې تجلیل وکړو په اخلاص سره چ پاغي کې د الله جل جلاله او مستصر رضا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب شي ته امام حسن د امام حسین رضی الله تعالی په شان کې چې څه کوم بهش معلوماتونه ما درلود وخت قضا نه کوي مؤمنان مسلمانان د خلکو په خبرو پسې د خلکو په تبلیغاتو پسې د خلکو په دیناروا خبرو پسې الله العب خبرو پسې پدې به ځای به منطق خبرو پسې پدې به اسناد خبرو پسې ونه ګرځي زستا سيادت د اتل سکل امام يم یو خبره کچېری ما به ځای کړی لته علما ست حافظان ست مشایخ ست ماته دی وای پدې مجلس کې ځا په جنو وال یو خبره به مورید کړی مینان مسلمانانو همیشه باید د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک سره او د اهل سره باید محبت ولرو کفار دی او بوت سره محبت لري ما او تا باید رسول الله صلی الله علیه و سلم د اهل سره د زړه د مینه محبت لرو و ما علینا الا البلاغ بسیار جای شکر است که امروز بلخ باستان بلخ بامی زادگاه مولوی قریه ده رازی بانی و برگزار کننده محفل بزرگ و مناسبت عاشورای حسینی است. امام حسین 1386 سال قبل شهید شده، مسلمان ها، علما. امروزی که شما در این مکان مقدس مجلس گرفتین 1386 سال قبل حسین به شهادت رسید.
یاد تو با گذشت زمان کم نمی شود، داغت جدا ز سینه عالم نمی شود. خیلی معرفی حسین وقت لازم داره، من فقط از زبان همسر پیغمبر مادر مؤمنین بی بی عایشه نقل میکنم. این روایت در سه کتاب از کتابهای معتبر است. بی بی عایشه همسر پیغمبر میفرماید امام حسین 2 ساله بود، روزی در خانه من پیغمبر حضور داشت. میدانین پیغمبر چندین همسر داشت، یکی از زنهای پیغمبر بی بی عایشه است. پیغمبر در خانه من بود، جبرئیل آمد، 3 آیه قرآن جبرئیل معرفی کرده، اگر کسی جبرئیل قبول نداره کافر است. جبرئیل داخل خانه آمد، امام حسین آمد بدیدن پیغمبر، بدیدن بابه، بدیدن پدر بزرگش. پدر بزرگ و بابه که می فرمود حسین از من است، من از حسینم. پیغمبری که می فرمود حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. پیغمبری که فرمود خدایا هر کس حسین دوست داره تو او را دوست بدار. بی بی عایشه میگه امام حسین دیدم به شانه پیغمبر رفت، به پشت پیغمبر رفت. جبرئیل نازل شد، فرمود یا محمد، ای پیامبر، امتت گرفتار فتنه می شود. این امتک ستفتن بعدک. پیغمبر سال 11 رحلت کرده، 50 سال بعد حسین شهید شد. جبرئیل گفت یا رسول الله امتت گرفتار فتنه می شود و یقتل ابنک هازا من بعدک. این فرزند تو را که او زمان شاید 7 ساله بود یا 6 ساله بود ای را میکشن. آماده این بگم، جبرئیل دستش از خانه ام المؤمنین حضرت بی بی عایشه خانه پیغمبر دراز کرد به سرزمینی که حسین بعدن اونجا شهید شد، یک مشت خاک از کربلا آورد. فعطاهو به تربت بیزا، خاک سفید در اختیار پیغمبر قرار داد، فرمود در این زمین حسین کشته می شود. پیغمبر گریه کرد. جبرئیل که بیرون رفت، پیغمبر با اشک جاری از خانه ام المؤمنین بیرون آمد. خرج رسول الله الى اصحابه، آمد بیرون، اصحاب منتظر بودن، همه آماده، کیا بودن؟ و فیهم ابو بکر صدیق و عمر خلیفه دوم مسلمین، عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، امیر المؤمنین علی علیه السلام، حذیفه از اصحاب سر پیغمبر، عمار، ابو ذر غفاری، 6 نفر از اصحاب پیغمبر حضور داشتند. پیغمبر به شدت گریه میکرد و هو یبکی. سوال کردند یا رسول الله ما یبکیک، چی تو را به گریه آورده؟ پیغمبر فرمود جبرئیل به من خبر داد فرزندم حسین را در سرزمین عراق ظالمانه می کشن. این در حالی است که در سالهای گذشته نیز از سال روز شهادت امام حسین علیه السلام
و یاران با وفای آن حضرت در ولسوالی های متعدد ولایت بلخ چون چمتال و بلخ بزرگداشت به عمل آمده و برادران اهل سنت به عزاداری پرداختند.